در دوران در سطح قائم یکی از ویژگی‌های بسیار جالبی که وجود داره و واقعا کمک برای متحل مسئله ها استفاده از قانون کار و انرژی، قانون پایستگی انرژی. چرا که اگر سطوح ما بدون اصطکاک باشه، وقتی جسم در حال لغزش وارد مسیر دایره میشه، شما به راحتی میتونید با استفاده از قانون پایستگی انرژی مقدار سرعت، ارتفاع، چیزهایی که مجهول هستن رو به راحتی به دست بیارید. با دو تا مثال ساده میخوام کاربرد قانون پایستگی انرژی رو در دوران بهتون نشون بدم. به این سوالا توجه کنید. در شکل مقابل جسم روی سطح بدون اصطکاک از نقطه آ رها میشود. رها شدن یعنی سرعت اولی نداره. نیروی واکنش سطح در پایین‌ترین نقطه مسیر چند برابر وزن آن است. یعنی وقتی به نقطه B میرسه نیروی واکنش سطح رو از ما خواسته. دقت کنید. شما تصور کنید که جسم از اون بالا رها میشه میاد پایین. وقتی در پایین‌ترین نقطه قرار میگیره نیروی واکنش سطح در واقع برایند بین نیروی اصطکاک و نیروی عمودیه. پس ما باید اول نیروها رو رسم کنیم. یه نیروی MG وارد میشه. یه نیروی N به سمت بالاست. خب اگر اصطکاک داشت اصطکاک هم باید رأس کنیم، ولی در اینجا اصطکاکی وجود نداره. نیروی واکنش سطح در واقع N2 به علاوه FK هست به توان 2. چون ما اصطکاک نداریم این صفر بشه، N به توان 2 هم از زیر رادیکال بیاد بیرون، R میشه N. یعنی مجهول من معلوم شد، من باید به یک طریقی N رو به دست بیارم. خب اینم که قسمتی از یه دورانه. وقتی قسمتی از یه دوران باشه نیروی عمودی در پایین‌ترین نقطه مسیر رو ما چجوری حساب می‌کردیم؟ با استفاده از بگید آفرین نیروی جانب مرکز. الان چی جانب مرکز تامین کرده؟ N منهای MG مساوی است با MV2 آروم. MG رو می‌بریم طرف دوم میشه MG به علاوه MV2 آروم. خب زمانی N برای شما معلوم میشه که شما V رو داشته باشید. اگر وی رو نداشته باشید نمیتونید. خب چجوری وی رو حساب کنم؟ این همون داستانی بود که داشتم صحبت میکردم. شما برای حساب کردن وی از هر راهی میرید از ما اشکالی نداره، ولی من میخوام از راه قانون پایستگی انرژی مکانیکی برم. یعنی اگر اطلاف انرژی نداشته باشیم انرژی مکانیکی در نقطه آ و نقطه بی با هم برابرن. خب انرژی مکانیکی یعنی مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل. ببینید ما میتونیم بنویسیم یو آ به علاوه کای آ، UAB به علاوه KB. خب انرژی پتانسیل در بالاترین نقطه مسیر داریم یا نداریم؟ چجوری تشخیص بدم؟ ارتفاع، ما ارتفاع نداریم. چرا؟ چیه؟ MG هاش. سرعت داره؟ نه، پس این جنبشی نداره. در پایین‌ترین نقطه مسیر دقیقا برعکس، ما پتانسیل نداریم چون اومده رو سطح پتانسیلمون، اما انرژی جنبشی داریم چون در حال لغزشه. پس میتونیم بنویسیم MG هاش یک که در واقع 3 متر هست به علاوه 0 چون جنبشی نداریم، مساوی است با 0 چون پتانسیل نداریم، به علاوه 1/2 MV2. خب من همینجا ساده کنم، اما با هم ساده میشن، 2 در این ضرب بشه. ببینید هاش 3 هست، 2 در 3 ضرب بشه میشه چند؟ 6. 6 ضرب در G. میخوام بر حسب G نگرش دارم چون اینجا MG دارم. بعد اون مقدار 6G رو که برابر با VB به توان 2 شده رو میام تو این رابطه قرار میدم. یعنی N برابر میشه با MG به علاوه M تقسیم بر شعاع دوران 1، V به توان 2 که 6G میشه. اگه با هم جمعشون کنیم چند به دست میاد؟ برابر میشه با 7MG. یعنی نیروی عمودی سطح در پایین ترین نقطه که نیروی واکنش سطح بهش میگیم در اینجا 7 برابر وزنش هست. یا سوال بعدی رو دقت کنید. عرابه کوچک به جرم M روی سطح بدون اصطکاک از نقطه A حرکت کرده و در ادامه مسیر دایره ای شکل را در صفحه قائم می پیماید. اختلاف اندازه نیروی مرکزگرای عرابه در دو نقطه B و C چند برابر وزن آن است؟ دقت کنید. اختلاف اندازه نیروی جانب مرکز رو در دو نقطه خواسته. خب شکل چیه؟ نگاه کنید. جسم از نقطه آ رها میشه، یه مسیر رو طی میکنه، در مسیر دایره رو میره. اگر جسم از اون بالا رها بشه در دو نقطه از ما خواسته بین B و C، پایین نیرو جانب مرکز چقدره؟ بالا نیرو جانب مرکز چقدره؟ اختلافشون رو حساب کنید. پس من میام شکل رو میکشم. در پایین ترین نقطه مسیر نیروهایی که بهش وارد میشه چه نیروهایی هستن؟ یه نیروی MG، یه نیروی N هست. حالا ما میتونیم این رو دورانش بدیم بره بالا، نیروی بالا رو هم رسم کنیم، یعنی که نه جدا حساب کنیم. الان چی اینجا جانب مرکز تامین میکنه؟ قطعا درسته
N منهای MG. پس نیروی مرکزگرا در نقطه B در واقع میشه N منهای MG مساویس با FB، نیروی جان مرکز در این نقطه که از در مقدار با MV دوارم برابر هست. حالا جس رفت بالا، عجله داشته قرص سریعتر رفت، در بالاترین نقطه مسیر چه نیروی وارد میشه؟ یه نیروی MG، یه نیروی N2. چرا؟ که وقتی داره دوران میکنه میخواد فرار کنه، پس سقف و هول میده به سمت بالا، هر عملی عکس العملی داره به سمت پایین. جمع این دوتا میشه نیروی جان مرکز. اگر من بخوام نیروی جان مرکز رو حساب کنم، می نویسم N2 به علاوه MG همون نیروی جان مرکزی که هست MVC به توان 2 آروم. حالا اختلاف این دوتا چقدره؟ اختلاف نیروی جان مرکز، این دو رو از هم کم میکنیم، حاصل برابر میشه با FB منهای FC مساویس با M آروم، فاکتور گرفتم از هر دوشون، VB به توان 2 منهای VC به توان 2. حداقل حسن این عبارت اینه که من فهمیدم دنبال چی باید بگردم. اگر شما بتونید سرعت در پایین ترین و بالاترین نقطه رو داشته باشید یا نه، اختلاف سرعت رو هم داشته باشید، به راحتی میتونید اختلاف نیروی جان مرکز رو حساب کنید. باز برگشتیم به حالت اول. برای حساب کردن سرعت شما میتونید از قانون پایستگی انرژی حساب کنید. چه جوری؟ دقت کنید. اگر من انرژی B و C رو مساوی هم قرار بدم، در پایین ترین نقطه مسیر فقط انرژی جنبشی داریم، در بالاترین نقطه مسیر انرژی جنبشی به علاوه انرژی پتانسیل چون هنوز در حال دوران هست، ام رو میتونیم از طرف این ساده کنیم، در دو ضربشون کنیم که ساده تر بشن، حاصل میشه وی بی به توان دو منهای وی سی به توان دو مساویس با دو جی هاش. این هاش در واقع دو برابر شعاع هستش که همون قطر بهش میگیم. اگر مقدارش رو جاگذاری کنیم میشه دو آر، اگر ضربش کنیم میشه 4 تا آر جی. حالا برمیگردیم به اون رابطه‌ای که تو اسلاید قبلی به دست آورده بودیم. چی بود؟ اف بی منهای اف سی مساویس با ام آروم وی بی به توان دو منهای وی سی به توان دو. این بالا نگاه کنید، وی بی منهای وی سی به توان دو شده چند؟ 4 تا آر جی. من جاگذاری میکنم، آرا با هم ساده میشن، پس اختلاف نیروی مرکزگرا در پایین ترین نقطه و بالاترین نقطه مسیر برابر است با 4 تا ام جی. این جواب این تستمون هست که خیلی قشنگ و راحت به دست اومد. سوالا سوالای سختی نیستن، به راحتی میتونید حلشون کنید، فقط کافیه که دقت داشته باشید.